سلام کیبودیا، من امروز اومدم با یه ویدیوی دیگه. ویدیوی امروز ما درباره مهدی حسینی نیا، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیونه. اون متولد 28 شهریور سال 1360 توی تهرانه و یکی از بازیگران کم‌حاشیه و آرام در عرصه هنره که اطلاعات چندانی از زندگی شخصیش، ازدواج و همسرش در دسترس نیست. اون فعالیت هنری خودش رو با فیلم اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی در سال 1389 آغاز کرد و با فیلم روایت ناپدید شدن مریم به کارگردانی محمد رضا لطفی در سال 1392 مورد توجه قرار گرفت. این بازیگر در سال 1393 با سریال پرده نشین اولین تجربه تلویزیونی خودش رو در کارنامه هنری ثبت کرد و با بازیگرانی همچون ویشکا آسایش، حامد کمیلی و سارا بهرامی به هنرمندی پرداخت. مهدی حسینی نیا اغلب در نقش‌های جدی به هنرمندی می‌پردازه. اوج شهرت این بازیگر با فیلم شنای پروانه و سریال میخوام زنده بمانم رقم خورد و قدرت بازیگریش اثبات شد. دیدی از چیه این استاد خوشم میاد؟ خیلی رمانتیکه. یه کارایی میکنه آدم دلش میخواد کلشو بگیره ماچ کنه. حیفه یه سری دشمن آدم بشن نه؟ اون برای اولین بار در سال 1396 با نقش وزیر اقتصاد در سریال عالی جناب به کارگردانی محمد سامغریبیان پا به شبکه نمایش خانگی گذاشت و در سالهای 1399 تا 1401 با سریالهایی همچون سیاوش، میخواهم زنده بمانم، میدان سرخ و یاقی به یکی از بازیگران پرکار در این شبکه تبدیل شد. در ادامه مروری بر فیلم‌های خفن این بازیگر می‌کنیم. مهدی حسینی نیا در فیلم متری شیشونی. متری شیشونی فیلمی به کارگردانی سعید روستایی و تهیه کنندگی جمال ساداتیان در سال 1397 که برنده دو سیمرغ بلورین از جشنواره فجر و جوایز دیگر از جشنواره‌های معتبر بین‌المللی شد. در این فیلم مهدی حسینی نیا خرده فروش مواد مخدر بود که برای قاچاق مواد مخدر به ژاپن مقدار زیادی مواد را بلعیده بود. شنای پروانه که در سال 1398 پخش شد. این فیلم در ژانر اجتماعی بود و هفت سیمرغ بلورین از جشنواره فجر سال 1398 رو کسب کرد. شنای پروانه فیلمی درباره زندگی دختری به نام پروانه است که فیلم خصوصی اون در حال شنا کردن در استخر منتشر شده و همسرش در صدد انتقام از عوامل این ماجرا است. اما به دلیل تعصبات خودش باعث مرگ پروانه میشه. میخواهم زنده بمانم. یکی از پرمخاطب ترین سریال های نمایش خانگی به کارگردانی شهرام شاه حسینیه که قسمت اول اون از اواخر سال 1399 منتشر شده. این سریال موضوعی عاشقانه داره و داستان زندگی دختری به نام هما حقی رو توی دهه 60 روایت میکنه که برای نجات پدرش از حکم اعدام حاضر به تغییر شرایط زندگی خودش شده و با اتفاقات بسیاری مواجه میشه. پدر هما به دلیل حمل مواد مخدری که برادرزادش در ماشینش جاسازی کرده بود توی زندان به سر میبره و مهدی حسینی نیا نقش مالک اصلی مواد رو داره و برای رسیدن به پول خودش تا قسمت‌های پایانی سریال همراه داستانه. یاقی. داستان سریال یاقی درباره پسری به نام جاویده که در یکی از محله‌های پایین شهر تهران زندگی کرده و با سختی‌های بسیاری مثل نداشتن شناسنامه مواجهه. اون برای رهایی از این زندگی در شرط بندی های فردی به نام اسی قلک شرکت میکنه و کشتی خاکی میگیره و
بر حسب روزگار با فردی به نام بهمن خان روبرو میشه و زندگی اون دستخوش تغییرات زیادی میشه. مهدی حسینی نیا در این سریال نقش رحمان برادر بهمن رو ایفا میکنه که فردی مرموز و خطرناکه. آقا رحمان، داداش درخواست داده مرخصت. دستش در نکنه. من خواب داسته بخونم. آره زبون درازی نکنه. فیلم های سینمایی دیگه این بازیگرمون میتونیم به برادران لیلا، دسته دختران، مصلحت، روز ششم، عنکبوت و خیلی از سریال های دیگه اشاره کنیم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حتما نظرات زیباتون رو برام کامنت کنید. لایک و سابسکرایب و زنگوله هم فراموشتون نشه.